بزرگترین باند قاچاق انسان و مأمور پلیس که میخواد جلوی اونا رو بگیره. گلاسیا سلام. امروز میخوام با هم فیلم ساوند آف فریدوم یا صدای آزادی رو ببینیم که به پیشنهاد خودتون قرار دادم و محصول سال 2023 هستش. احتمالاً میدونم این ویدیو به خاطر موضوعش رو یوتیوب محدودیت بگیره. پس لطفاً لایک کنید و کامنت بذارید تا حداقل کانال بره بالا و این محدودیتش یه جور دیگه جبران شه. در مورد موزیک کانالم بگم آقا خیلیاتون کامنت گذاشته بودید عوض کن، من عوض کردم. باز خیلیا گفتن برگردم به قبلیه. دیگه نمیدونم چیکار کنم. من همون روش قبلی میخوام ادامه بدمش. بریم با فیلم ببینیم. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به کشور هندوراس میریم. دختری رو به اسم روشیو میبینیم که تو خونه نشسته و یه نفر در میزنه. زنی به اسم کتی میاد داخل و با پدر روشیو صحبت میکنه و میگه که قیافه دخترتون خیلی خوبه و میتونه توی صنعت فیلمبرداری و فیلمسازی خیلی معروف بشه. برای همینم پیشنهاد میدم که بیاریدش به آژانس تبلیغاتی ما و ازش تست بگیریم. خب اونام خیلی خوشحال شدن. همین لحظه پسر دیگه یعنی میگوئل که برادر روشیو هم میاد داخل. کتی اونم میبینه و میگه پسرتون هم دقیقاً همین چهره رو داره و برای همین هر جفتشون رو حتما بیارید به آژانس. پدرشون هم آدرس آژانس رو میگیره و روز بعدی همراه دوتا بچه‌اش به اونجا میره. دختر و پسر میرن داخل و کتی اونجا و به پدر میگه که بذارید امروز کامل اینجا بمونن چون خیلی طول میکشه، فردا صبح بیایید دنبالشون. پدرم خب خیلی راحت قبول میکنه و میره، ولی صبح بعدی که برمیگرده هیچ خبری از کتی و هیچ گلوم از دختر و بسرها نیست. چند ماه میگذره و میریم به آمریکا. مردی توی اینترنت قسمت دارک وب و با یه سایتی رفته که عکس همین دختر پسرهایی که دیدین توش قرار داره، داره یکیشون رو انتخاب میکنه تا انگاری بخره. اسم این مردم ارنه. البته که متوجه میشه مامورهای FBI اونو زیر نظر گرفتن و بعد چند لحظه یه دفعه حمله میکنن و اونو دستگیرش میکنن. با بررسی خونه این مرد متوجه میشن کلی اسباب بازی و لوازم از همین بچه‌ها داخلشه، به علاوه کلی پرونده که یعنی این مرد نه تنها برای خودش می‌خواسته بخره، بلکه کار فروش این بچه‌ها رو با آدم‌های دیگر رو هم انجام میده. حالا با مأموری به اسم تیم بلر داشتا میشیم. تیم تا به حال بالای 200 نفر تو زمینه قاچاق انسان رو دستگیر کرده، اما حالا سر قضیه همین مردی که دیدیم یعنی ارن فهمیده که صدها بچه دیگه جونشون تو خطره و خب خیلی نگرانه. از اون طرف هم رئیسش میگه که ریشه همه این کارها به اتفاقای خارج از کشور آمریکا میرسه و خب دستگیری این آدما واقعا سخته، نمیتونیم با یه عملیات ساده مثل ارن بگیریمشون. این قضیه خیلی روی مخ تیم و برای همینم هم میره تا از ارن بازجویی کنه. البته این یه بازجویی ساده نیست. آخر شب اکثر افرادی که اینجا کار میکنن رفتن خونه و فقط چند تا نگهبان موندن. برای همینم تیم به راحتی ارنو میاره بیرون تا باهاش مثلا یه صحبت خودمونی بکنه. تو این صحبت ها هم بهش میفهمونه که آره اصلا کارت اشتباه نموده، خود منم خیلی به بچه‌ها علاقه دارم و یه جوری قانعش کنه که خودش هم منحرفه. با پایان صحبتاشون هم میبینیم که تیم میره خونهشون، خودش هم زن و بچه داره و انقدر این قضیه رو مخشه که حتی نمیتونه غذا بخوره. روز بعدی دوباره برمیگره سر کار و رئیسش اجازه میگیره که بره به کشورهای خارجی تا این عملیاتو با موفقیت به اتمام برسونه که خب اونم قبول میکنه. تو مرحله اول هم دوباره به دیدن ارن میره و حالا که اون قانع شده تیمی مریض و منحرفه بهش میگه که من الان آزادت میکنم به شرطی که برام یه دونه دختر یا پسر رو بیاری تا ازت بخرمش چون خیلی نیاز دارم. ارن هم خب با خوشحالی قبول میکنه و از ایستگاه مرخص میشه. البته که مامورها و خود تیم همچنان زیر نظر دارنش و اول از همه میبینن که با کی برای خرید و فروش ملاقات میکنه. روز بعدی هم دوباره ارن به تیم زنگ میزنه و با هم یه ملاقاتی دارن و یه پرونده به تیم میده. پرونده ای که عکس همون پسر اول فیلم یا میگوئل داخلشه. به تیم میگه که سفارش دارم برات از کلمبیا بیارنش تا فردا بهت میرسه، ولی تو هم یاد نره که قول دادی منو آزادم بکنی. اما تیم که دیگه نیازی به ارن نداره دستور میده دستگیرش بکنن و دوباره میندازنش زندان. روز بعدی رسیده و حالا تیم همراه گروهی از مامورهای دیگه دم عوارضی شهر وایسادن تا ماشینی که میخواد میگوئل رو بیاره رو پیدا کننش. موفق میشن و این واسطه رو در حالی که میگوئل صندلی عقب نشسته میبینن و به راحتی دستگیرش میکنن. میگوئل خیلی ترسیده و حتی جرئت نداره با پلیس حرف بزنه، ولی خب بالاخره به تیم اعتماد میکنه. شماره پدرش رو از کشور هندوراس هم پیدا میکنن و خب اونم پروازی میگیره که بیاد آمریکا. البته تو این مدت هم تیم میگوئل رو میبره بیمارستان تا چکاپ بشه و خب خبر خیلی دردناکی رو میشنوه، اینکه به تازگی از میگوئل سوء استفاده شده و اصلا حال جسمی خوبی نداره. خلاصه که پدر میگوئل قرار فردا برسه و امشب تیم میخواد ازش مراقبت بکنه. دو تا میرن یه جایی تا صحبت بکنن و میگوئل یه گردن
گردنبند رو به تیم نشون میده و میگه خواهرم وقتی میخواد ازم جدا شه اینو بهم داد تا هر وقت میبینم یادش بیفتم و فراموش نکنمش. بعدم ازش قول میگیره که هر جوری شده خواهرش هم نجات بده. حالا میریم به چند ماه قبل و سکانسی رو بعد از دزده شدن این بچه ها میبینیم. میگول و روشیو رو توی اتاق میندازن و بدترین کارها رو باشون انجام میدن. بعد مدتی هم همون کسی که میگول با آمریکا اومده بود میاد و اونو با خودش میبره که خب در آخر میرسن به همین جایی که الان هستیم. سکانس بعد روز بعدی رسیده و میریم به فرودگاه. پدر میگول میرسه و برای اولین بار بعد مدت ها همون میبینن، میزنن زیر گریه و همون توی آغوش میگیرن. بعدم همراه تیم به ایستگاه پلیس میان. حالا پدر میگول داره با تیم صحبت میکنه و بهش میگه که باید هر جوری شده دخترمو هم پیدا بکنی. تیم میگه که خب داریم تلاش میکنیم ولی نمیدونیم کجاست. پدر میگول عصبانی میشه، میگه تو درک نمیکنی که بچه داشتن چقدر سخته و من چقدر نگرانم. تیم عکس خانواده خودش رو نشون میده و بهش ثابت میکنه که خودش هم یه پدره. موقع خدافظیشون هم میگول گردنبندی که خواهرش بهش هدیه داده بود و به تیم میده، بهش میگه که قول بده هر جوری شده روشیو رو برگردونیم به خونمون، که خب تیم همین کارو انجام میده. با رفتنشون هم تیم میره به دیدن همون مردی که میگول رو میخواست با آمریکا بیاره. با بازجویی و کلی تهدید موفق میشه این مرد رو قانع کنه تا اطلاعات کتی، همون دختری که اول فیلم دیدیم میگول خواهرش رو دزدید، رو بهش بده. حالا میریم به یه سکانس دردناک دیگه و روشیو خواهر میگول رو میبینیم. رو کمر این دختر یه تاج تتو میکنن و اونو تو اتاق میذارن که چند لحظه بعد یه مرد که حسابی هم مسته میاد داخل. خب میدونیم که باهاش چی کار میکنه و سکانس بعد میبینیم که روشیو توی وان همون نشسته و داره زجه میزنه. میریم پیش تیم، رفته پیش رئیسش و اصرار میکنه که خودش شخصا پرونده روشیو رو دنبال کنه، اما رئیسش قبول نمیکنه چون سرنخ جدید اینه که باید به کشور مکزیک یا کلمبیا برن تا ریشه قضیه رو پیدا کنن، جایی که خب کشور آمریکا نمیتونه زیاد کاری انجام بده و خیلی معمولیت خطرناکه. البته که تیم به خاطر میگول و قولی که بهش داده موفق میشه رئیسش رو قانع کنه تا با قبول کردن همه این خطرها خودش پرونده رو به عهده بگیره. بعدم میره و با خدافظی از خانواده‌اش سفرش رو شروع میکنه. به کشور کلمبیا میرسه و اول از همه با یه مامور پلیس به اسم هورهه آشنا میشه. کسی قراره توی این ماموریت کنارش باشه. از همه چی هم با خبر و دقیقاً اندازه تیم نگران این بچه‌هاست، میخواد هر جوری شده کمکشون بکنه. دو تایی به دیدن مردی به اسم وامپیرو میرن. وامپیرو قبلا خودش توی کار قاچاق انسان یا بدترین کارهای خلاف بوده، اما بعد مدتی به خودش اومده و حالا تصمیم گرفته با پلیس همکاری کنه تا این باند وحشتناک رو گیر بندازن. خلاصه که تیم اطلاعات کتی، همون کسی که میگول خواهرش دزدیده بود، میده و وامپیرو میگه که این کسی که شما دارید میگید بزرگترین باند خلافکار کشور کلمبیا رو داره، برای همین خیلی سخته که بتونیم پیداش بکنیم. البته تیم نقشه دیگه‌ای داره. برای خودش یه هویت جعلی با کلی عکس و سوشیال مدیا ساخته که به عنوان یه آدم خیلی پولدار داره خودشو نشون میده. میگه من میخوام خودم به عنوان کسی جا بزنم که قراره یک کلاب توی این کشور راه بندازه، کلابی که فقط برای خرید و فروش و اجاره دادن بچه‌هاست. میخوام به این بهونه بهشون نزدیک شم و در لحظه آخر همشون رو دستگیر بکنم. خب وامپیرو و هور هم خیلی نقششو درست میدونن، خیلی سریع هم دست کار میشن و اول از همه وامپیرو به یکی از همکارای سابقش زنگ میزنه و میگه یه نفر رو میخوام بیارم، میخواد ازت بچه بخره. ملاقاتی هم ترتیب میدن و تیم با هویت جعلیش به دیدن این مرد میره. بهش میگه من کلابی که میخوام راه بندازم بزرگ و الان برای شروع به 50 نفر نیاز دارم. این مردم میگه خب من کارم همینه، اما تعدادی که داری میگی خیلی بالاست و برای همینم نمیتونم به تنهایی همچین کاری انجام بدم، که خب البته اینم بخشی از نقشه تیم بوده، چون این مرد میگه من نهایتا بتونم برای 3-4 تا جور کنم. برای تعداد بالایی که داری میگی باید با کتی ملاقات کنی و من میتونم برات این ملاقاتو ترتیب بدم. بعد تمام شدن حرفاشون هم برای مدت این مرد رو تحت تعقیب قرار میدن. بالاخره هم بعد چند هفته میبینن که میره با کتی ملاقات کنه و خب میفهمن دارن به نقششون نزدیکتر میشن. اما یه چیزی این وسط به هم میریزه. رئیس تیم بهش زنگ میزنه و میگه چند هفته است رفته اونجا و هنوز هیچ نتیجه ای از پرونده نگرفتی، برای همین هم دولت دیگه حاضر نیست ما رو پشتیبانی بکنه و پروندهت کنسله، باید برگردی به آمریکا. تیم خیلی به هم ریخته است و میره پیش وامپیرو میشینه و با هم دیگه صحبت میکنن. وامپیرو از این میگه که وقتی تو کار خلاف بوده چه چیزهای وحشتناکی دیده و تصمیم گرفته که ازش بیاد بیرون تا دیگران نجات بده. حرفی که خیلی روی تیم تاثیر میذاره و زنگ میزنه به رئیسش، میگه که من استعفا میدم، برای مهم نیست که چند وقت دیگه قرار بازنشسته شم، دیگه نمیخوام باهاتون کار کنم و میخوام اونجا بمونم و تنهایی با یه گروه پرونده رو پیش ببریم. بعدم با وامپیرو و هورو صحبت میکنه و اونام قبول میکنن که هر جوری شده کمکش کنن. حالا یه مشکلی هست، اونم اینه که برای ملاقات با کتی باید یه پول زیادی رو تحویل بدن تا اون حاضر بشه که 50 نفر رو براش بیاره، ولی خب دیگه الان سرمایه‌ای پشتشون نیست. برای همینم به دیدن مرد پولداری به اسم پائولو دلگادا
رو میرن. یه آدم خیلی پولدار که بعد شنیدن پرونده و اهمیت نجات این آدما حاضر میشه هر سرمایه میخوان و براشون فراهم کنه. اون مردی که تیم باهاش ملاقات کرده بودم زنگ میزنه و بهش میگه که یه ملاقات با کتی ترتیب داده و آدرس براش میفرسته. البته باید پول همراه خودشون ببرن. زمان ملاقات میرسه و تیم همراه وامپیرو و پائولو دلگادو همون سرمایه‌گذار خفن به اونجا میرن. با پولی که این مرد به کتی میده اون قبول میکنه که تا چند روز آینده آدرسی براشون بفرسته و 50 نفر رو براش بیاره. یه عملیات خیلی بزرگ در پیشه و دوباره رئیس تیم بهش زنگ میزنه. متا این بار خبر خوبیو داره. میگه به خاطر موفقیتایی که الان کسب کردی و خبرشو شنیدم که یه ملاقات ترتیب دادی، دولت دوباره میخواد بیاد پشتت. توی این عملیاتی که قرار انجام بدیدم تمام سربازهای آمریکایی از FBI و CIA میان و شما رو زیر نظر میگیرن تا اگه کمک خواستید بیان جلو. زمان ملاقات میرسه و قراره که این 50 نفر رو کنار ساحل تحویلشون بدن. برای همینم همه جا رو دوربین گذاری میکنن تا همه چیز زیر نظر باشه و بعد مدتی یه قایق سمتشون میاد. قایقی که البته 50 نفر توش نیستن و نهایتاً 30 تا بچه ازش خارج میشن. تیم خیلی نگران و عصبانی چون نقشه‌شون داره خراب میشه و کتی میاد جلو. بهش میگه که این به هر حال امنیت کار منه. شما باید پول و کارو کامل پرداخت بکنید تا بقیه هم دستور بدم براتون بیارم. اینجا پائولو دلگادو دوباره دست به کار میشه و باقی پولام بهشون میده. منتظر رسیدن بقیه ان استرس بالاست و رئیس تیم دوباره بهش زنگ میزنه. در حال صحبتی که متوجه میشه یکی از این قاچاقچی‌ها داره پسری با خودش میبره چون میخواد رابطه داشته باشه. دیگه خیلی عصبانی میشه و میره جلوی این مرد. البته هویت خودش رو حفظ میکنه و میگه ما اینا رو خریدیم دیگه برای ما و حق نداره هر کاری میخوای باهاشون انجام بدی. تنش بالایی شکل گرفته و یکی از بادیگاردا روی تیم اسلحه میکشه. همه نگاهشون به اوناست و در آخر این قاچاقچی میگه که آره حق با تیمه و بعد ول کردن پسر ازشون فاصله میگیره. بالاخره قایق بعدی هم میرسه و حالا تعداد تک میره. دستوری داده میشه و مامورها حمله میکنن. همه رو هم دستگیر میکنن. حتی تیم و وامپیرو رو به خاطر اینکه نقششون یه موقع لو نره. برای اینکه کتی هم بهشون مشکوک نشه و نقشه‌های بعدیشون لو نره، پلیس‌ها میان یکی از قاچاقچی‌ها رو به عنوان نفوذی معرفی میکنن و خب کتی فکر میکنه همه چیز زیر سر اون بوده. بعد اینکه میرن بازداشتگاه هم بالاخره وامپیرو و تیم آزاد میشن. حالا میان کنار این دختر پسرهای رها شده و با خوشحالی آزادی اونا رو تماشا میکنن. افرادی که بعد مدت‌ها دارن میخندن و واقعاً از این اتفاق خوشحالن. اتفاقی که یه چیز بدم وسطشه. تیم متوجه میشه که خواهر میگوئل یا همون روشیو بین این آدما نیستش. هورهه یا همون افسر پلیس کلمبیا به تیم زنگ میزنه و ازش میخواد که به ایستگاه پلیس بره. اونا تو بازجویی از یکی از افراد دستگیر شده موفق شدن که آدرسی رو پیدا کنن که بقیه دزدیده شده ها نگهداری میشن. این مرد میگه یه نفر به اسم ال آلکاران رهبر اصلی همه این عملیات هست. اون از همه کسایی که دزدیده میشن نگهداری میکنه و جاشون هم توی محدوده فوق العاده امنیتی و دور افتاده دقیقاً وسط جنگله. حتی با دیدن عکس روشیو گفته که این دخترم داره همونجا نگهداری میشه. منتها هوره میگه این عملیات دیگه خیلی خطرناکه. حتی محدودش طوریه که مامورهای پلیس هم حاضر نیستن برن انقدر که اونجا قاچاقچی و مافیا وجود داره. اما تیم نمیخواد دست بکشه. با وامپیرو صحبت میکنه و نقشه دیگه میریزن. اونا میخوان خودشونو به عنوان دکتر جا بزنن و برای بررسی مردمی که اینجا نگهداری میشن به این منطقه برن. هور هم میگه تنها کاری که میتونم براتون بکنم فراهم کردن یه سری هویت جعلی که خب همین کارم انجام میده. حتی با چند تا دکترم صحبت میکنن تا اطلاعاتشون کامل باشه و در آخر هم هور میگه من بهتون یه GPS میتونم تزریق کنم و شما رو تا اون منطقه ببرم، ولی بعد از اون دیگه هیچ مسئولیتی نمیتونم به عهده بگیرم. اونا هم قبول میکنن. به منطقه میرسن و اگه جایی به بعد باید با قایق برن که خب وامپیرو و تیم دو تای این کارو انجام میدن. کمی جلوتر قایقی از افراد مسلح میاد طرفشون. با عصبانیت فریاد میزنن و این قایق رو به تصرف درمیارن و وقتی تیم توضیح میده دکترن اومدن برای معاینه مردم، اونا میگن فقط یکی تون میتونه با همون بیاد و اون یکی باید با قایق برگرده. تیم و وامپیرو به هم نگاهی میندازن و در آخر تیم قبول میکنه که همراهشون بره و وامپیرو برمیگرده. بعد مدتی تیم به منطقه مورد نظر میرسه. اول از همه کلی زن و مرد مختلف رو میبینه که دارن مثل برده کار میکنن. از برداشت گیاه کاکائو بگیر تا نگهبانی یا استخراج انواع مواد مخدر. به رئیس این منطقه یا همون ال الکرام میرسه. بهش میگه که مردم اینجا به واکسن شدن نیاز دارن. یه ویروس خیلی وحشتناک اومده و ممکنه همشون از بین برن. البته که ال الکرام میگه به من اصلا ربطی نداره، برام مهم نیست که بمیرن یا نه و حاضر نیستم همچی کاری انجام بدم. تیم هم میگه باشه، فقط بذار چند نفر رو بررسی کنم تا ببینم که حالشون خوبه یا نه. اگه ویروسی هست حداقل بهت اطلاع بدم. که خب این رهبرم قبول میکنه. حالا شروع به گشتن توی منطقه میکنه و بالاخره روشیو رو میبینه. سری میره سمتش و به بهونه معاینه اون شروع به صحبت میکنه. بهش میگه که منو برادرت فرستاده، میخوام نجاتت بدم و این حرفا. اما ال الکران سر میرسه و مجبور میشن که حرفشون رو قطع کنن.
این مرد به تیم میگه که بیا مامورهای منو بررسی کن. نجات سربازام خیلی مهمتر از این برده هاست. بعدم که دیگه هوا تاریک شده به تیم میگه امشب و اینجا بمون، فردا با قایق برات میگردونیم به شهر. نصف شب میبینیم که این سربازان نشستن دارن با همدیگه آهنگ میزنن و تیم یواشکی به اتاق روشیو میره. میخواد صداش کنه که با هم فرار کنن، ولی روشیو که چشمشو باز میکنه به خاطر اتفاقاتی که براش افتاده یه دفعه شروع به فریاد کشیدن میکنه. فریادی که خب الالکران و سربازش هم میشنون و سری میاد که بفهمن چی شده. تیم زیر تخت دیگه قایق میشه. وقتی الالکران میاد داخل، روشیو بهش میگه که کابوس دیدم برای اون جیغ کشیدم. اما این مرد نمیخواد سری بره. میگه که چقدر قشنگ شدی و میخواد باهاش کارهای بدتری رو انجام بده. چیزی که خیلی تیمو عصبانی میکنه. از زیر تخت میاد بیرون، سمت این مرد میاد و یه رفعی بهش حمله میکنه. حمله پر از نفرت و عصبانیت، چیزی که تیم چند ماه منتظرشه. انقدر این مرد رو میزنه که در آخر گردنش رو میشکنه و جونش رو میگیره. برم روشیو رو بلند میکنه و دوتایی به سمت منطقه فرار میرن. این در حالیه که سربازها هم جنازه رئیسشون رو پیدا کردن و دنبال این دو نفر میگردن. تیم و روشیو بالاخره سوار قایق میشن و بعد مدتی خودشون رو به جایی میرسونن که ومپیرو و هوره منتظرن. سری میشینن داخل ماشین و در حالی که قایق دیگه میرسه و سمتشون شلیک میکنه اونجا فرار میکنن. همه جا سربازن و خیلی عملیات خطرناکیه، ولی بالاخره موفق میشن از منطقه دور شن. وقتی شرایط آروم شده، تیم گردنبندی که برادر روشیو بهش داده بود و به این دختر میده تا بهش بفهمونه که دیگه همه چیز تموم شده. سکانس بعد میبینه که به پدر میگول روشیو تماسی گرفته میشه و بهش میگن که دخترتو پیدا کردیم و آدرسی رو میفرستن که به اونجا بیاد. روز بعد رسیده. تیم به بیمارستان میره که روشیو اونجا نگهداری میشه و پدر و برادرش هم اومدن. میگول و روشیو همو بغل میکنن و گریه میکنن در حالی که تیم داره نگاهشون میکنه. سکانس آخر فیلم میبینیم که میگول و روشیو به خونه خودشون برمیگردن. روشیو تو اتاقی نشسته و ساز میزنه، از ته دل فریاد میکشه و بالاخره آزاد شده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. داستان فیلم ساوند آف فریدوم واقعا دردناک و آزاردهنده است، به خاطر اینکه داره حقیقتی رو نشون میده که توی تمام دنیا داره اتفاق میفته. و یکی از قسمت‌های دردناک در مورد این فیلم نمره کمی هست که راتن تومیتوز بهش داره، در حالی که آی ام دی بی یا نمره مردمش خیلی بالاه. دلیلش هم خب واضحه. ما اول فیلم داریم مثلا روش این انتخاب بچه‌ها رو توی این باند قاچاق می‌بینیم. روشی که یه سری رو انتخاب می‌کنه، بهشون میگه شما خیلی مثلا قیافه خوبی دارید، بعد بازیگر بشید. به این بهونه میارنشون و خیلی راحت میبرنشون به کشور کولومبیا. این چیزیه که واقعا توی دنیای شهرت، نه تنها تو آمریکا، توی همه دنیا، حتی کشور خودمون هم ممکنه پیش بیادش. و واقعا خیلی دردناکه که میدونیم آدمهایی که توی قدرت قرار گرفتن یا مخصوصا خیلی معروف هستن، میتونن از کانکشن های خودشون استفاده بکنن، به چه چیزهایی میتونن دست پیدا کنن. به هر حال حرفم اینه که این موضوع چیزیه که واقعا خیلی دستهای پشت پرده توش زیاده و همین خیلی دردناکش میکنه. ما داریم در مورد افراد توی جامعه حرف میزنیم که اصلا سنی ندارن بخوان خوب و بد رو تشخیص بدن، تازه دارن وارد دنیایی میشن که ما داریم ازش صحبت میکنیم، دنیای بزرگسالها، دنیایی که ازش برای خودشون یه چیز خیلی خفن ساختن با کلی آرزو، کلی هدف، و یه گروه مثل همین باند عوضی میان تمام این رویاها رو خراب میکنن و یه آسیب‌هایی به طرف میرسونن که حتی اگر نجات هم پیدا بکنه تا روز مرگش باهاش باقی میمونن. هیچ وقت نمیتونی تو از این چیزها فرار بکنی و به نظرم در دکتر قسمتش هم همینه. آسیبی که اینا میتونن به افرادی کم سن برسونن واقعا از بمب اتم هم حتی بیشتره. بمب اتم یه کارو تموم میکنه، این ذره ذره تا لحظه مرگ طرفو دنبال میکنه. خلاصه که به نظرم خیلی موضوع فیلم چیز جالبی هست و باید در موردش صحبت بشه. و میگم دلیل اینکه به نظر نمره کم بهش دارن همین بود که داشت یه جوری انگاری به هالیوود آسیب برسون، میخواست چیزهای رو بکنه که شاید تا حدودی توش اتفاق میافتاده و میخواست بقیه نشون بدهش. البته این حرف که دارم میزنم نظر یه سری از منتقدها و مردمی هست که توی سایت ها خوندم و من خودم بهش نمیتونم بهش تضمینی بدم. شاید اصلا همچین چیزی تو هالیوود هیچ جای دیگه اتفاق نیفته، فقط یه چیز عادی باشه که توی کشورهای مثل کولومبیا پیش میاد. دیگه حرف خاصی ندارم، فقط میگم واقعا موضوع آزاردهنده ایه. دوستش این فیلمو بذارم بخاطر اینکه یه وقتایی لازمه این چیزها رو آدمو ببینن، بلکه بتونن از یه سری اتفاقات جلوگیری بکنن. به نظرم هم تنها راهی که میشه با همچین اتفاق وحشتناکی مقابله کرد، چه تو ایران چه تو خیلی کشورهای دیگه، آموزش درسته. اگر به نسل جدید، به بچه‌ها آموزش داده بشه که وقتی تو همچین شرایطی قرار گرفتن چیکار بکنن، یا یه سری پیشگیری انجام بشه که مثلا اگر خدای نکرد این اتفاق افتاد بتونن از جی پی اس یا چیزهای مختلف طرف پیدا بکنن، فقط تنها راهش همینه. چون هیچ وقت نمیشه که این مشکلی همون قاچاق انسان‌ها رو به صورت ریشه‌ای کلا
بین بردش، چون به هر حال تو ذات یه سری آدم ها خلافه، یه سری ها واقعا لذت میبرن این کار یا برای پول انجامش میدن، هرچی مهم اینه که نمیشه صفر تا صدش رو از بین برد، فقط باید یاد بگیریم باهاش مقابله بکنیم، بلکه یه روزی حداقل آمارش خیلی خیلی کمتر و ناچیز بشه. امیدوارم افریم خوشتون اومده باشه، پیشنهاداتونو بنویسید، من سعی میکنم همه رو قرار بدم. خیلی دوستتون دارم، لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره. روزتونم گلسی.